عزیز عزیز رهبرا، این رهبر در کجایه؟ یا بیدین کلش؟ با خدا کلش بیدینه، در خون مردم زی چه آقسته است؟ ما را بتا ما استاد میشیم، نفر تلاشی میکنیم. حکومت افغانستان در همچو حرکتی که با در برابر طالبا نسبت به پروسی سول دارم یک اشتباه بزرگ رو هست. سلام. تنها در دو حمله دیروز در کشور نزدیک به 60 تن جان باختند. این حمله ها با واکنش های سخت در کشور و جهان روبرو شدند، اما در حالی که تلاش های جدی برای صلح در کشور جریان دارند، معنی این حمله ها چیست؟ کیها در پس این حمله ها و با چی هدف های هستند؟ این حمله ها ماهیت روند کنونی صلح را با پرسش روبرو ساختند. محور امشب ویژه همین مسائل است. مهمانانم در این ویژه برنامه آقایان ولی یاریا، آگاه مسائل سیاسی و امنیتی از لندن، و عبدالرؤوف شپون، مهدی راسخ، نمایندگان مردم ننگرهار و کابل در مجلس هستند. مهمانان گرامی به برنامه بسیار خوش آمدین. وقتتان بخیر. میخواهیم که بحث را با آقای شپون، نماینده مردم ننگرهار در مجلس، آغاز بکنم. دیروز یک مراسم به خاک سپاری یا جنازه در ولسوالی شیوی ننگرهار آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت. سپس در تیراندازی هم کسان زخم برداشتند و یا هم جانهایشان را از دست دادند. مسئول این رویداد کیست؟ شما میفهمین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه از تاسو ته او د ساسو درنو میلمنو ته او د افغانستان کړي دیلی ولست سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. محترمه، اصلي هدف دا دی چې د افغانستان دغه جنگ داسې پیچله شوی دی چې هیڅوک نشي ویلی چې دا څنګه کیسه ده. خو دلته به طبیعتا چې ملامتي به په ټولو اړخو کې وي داسې نه ده. خو زه وایم چې ملامت موږ خپله یو ولس ملامت دی، ځکه چې ولس باید راجیک شي او خپل تصمیم ونیسي. تر کله پورې به موږ مړه کیږو؟ پرون چې په خیوه کې کومه واقعه شوې ده، یا په کابل کې شوې ده، یا زموږ سربازانو سره چې کومه دا حالات منځته راغلی دی، دا د افغانستان دښمنانو کړی دی او موږ دا په کلکو ټکو غندو. تاسو یقین وکړئ چې په خیوه کې داسې خلک مړه شوي دي چې هغوی د ماښام روژه ماتی نه لري، او بیا راځي یو څوک یې په دغه اخلي ادای کوي چې دا ما کړی دی دا کار، بیا بل څوک ورسره نورې خبرې لري. زه اصلي عاملین د دې شي شاته زمونږ خپل رهبران هم ملامت بولم، زه په طالبان هم ملامت بولم، زه هغه خارجیان چې په افغانستان کې خپل لوبې کوي، او ان شاء الله چې دې شومو حرکتو ته به سره دغه شومو هدف ته به وم نه رسیږي. خو اصلي مشکل زمونږ په خپلو افغانانو کې ده چې موږ ولې نه راجیږو، او د دغه ظالمانو په مقابل کې ولې نه ودرېږو، او ولې خپل دا غږ نه جګو. بسیار خوب. در ننگرهار این حمله با چه هدف راه اندازی شده؟ تلاش های سال جریان دارد. داعش در افغانستان شکست خورده دانسته شده و اعلام شده. دو رهبر ارشد این گروه، رهبر شاخه خراسان و رهبر داعش برای جنوب آسیا، از طرف نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند. داعش میتونه چون این حمله را براه بیندازد، چه در کابل چه در ننگرهار؟ دا موضوع خو ډیره پیچلې ده، او دا به سره باید په وضاحت سره ووایو، ځکه چې دغه لړۍ زموږ هم را روانه ده. سبا به زم نه یم، بل وکیل صاحب هم نه یي. دا د یو جهادي قومندان، بیا د محلي پولیسو قومندان په جنازه کې دا شی شوی و چې هلته د وکیل صاحبان هم هلته وو، جهادي قومندانان هم وو، او دغه چې تقریبا 33 کسه شهیدان لرو او 133 کسه زخمیان لرو، په دې شهیدانو کې یو د ولایتي شورا وکیل او چې پلار یې موږ سره په پارلمان کې وکیل دی، دا
هم شهید شوه ده. دا خو اوس به تحقیقات چې کله دا بررسی وشي معلومه بشي چې دا قصه چا کړی ده. اوس یو شی زه د افغانستان اولس ته په ډاګه وایم چې دغه فتواګانې یا دغه چې وایي چې دا په $200 ما ته نن یو ډیر محترم سړی ویلی چې که دغه عمله هر څوک وکړي په $200 یو څوک په ټیلیفون وایي چې بس دا کار ما کړی دی، حالان کې به هغه مرجع به بیخي خبر هم نه وي. نو دې کې موږ د مرکزي حکومت نه خواست کړی دی چې دا قوي بررسی کړي چې دا موضوع څنګه راغلی، دې کې ډزې هم شوي دي، دې کې اکثره خلک په ډزو باندې لګېدلي دي. نو موږ غواړو د مرکزي حکومت نه مسله راغله د داعش په ننګرهار کې سفر شوی دی، او زه دا فکر نه کوم چې داعش به په ننګرهار کې دومره توان ولري چې داسې عملې ترسره کړي. کېدای شي یو نیم کسان به وي، هغه غټو جنګونو وس نه لري داعش. زه دې شي ته په داسې فکر ګورم چې هغه خلک چې د صلح خلاف دي، د افغانستان اولس دې په ډاګه واوري، هغه خلک چې د صلح خلاف دي، نه غواړي چې په افغانستان کې یو دایمي صلح راشي، د دغسې عملونه ترسره کوي تر څو وکولی شي. دا دوه بورده لري، هم داخلي موږ د صلح خلاف خلک لرو، هم د افغانستان نه بیرون چې دغه افغانستان یو واحد نظام ولري. دا نام سیاګان غواړي، زه په زغرده سره وایم، ځکه تر کله پورې به موږ د خپل غږ خفکو او خپل غږ به نه جګوو. نن هغه ورځ رارسېدلې ده چې د افغانستان اولس ته باید موږ حقیقتونه ووایو چې هم په دننه په نظام کې داسې خلک شته، هم په افغانستان کې داسې خلک شته چې د دې صلح خلاف دي، او هم په د افغانستان نه بیرون. تاسو وګورئ د یوه جنازه زموږ محفوظ نه ده، زموږ حتی سیاسي محفوظ نه دي، هغه نوزاده طفل زموږ محفوظ نه دی. تاسو پرون ولیده زه دا جنګ د نظامیانو سره دی، زه دا جنګ د حکومت سره دی. زما سیاسي څه ګناه کړې ده؟ زما قومي سپینګیري څه ګناه کړې؟ زما جنازې څه ګناه کړې ده؟ دلته دا ډیر شکونه دي. انشاءالله ډیر زر به زه تاسو د دغه تلویزیون د لارې افغانانو ته هغه قایق وایم، که چېرته مرکزي حکومت په دغه کې جدي قدم وانهغسته، موږ وکیلانو باندې غږ کوو، پارلمان کې به انشاءالله دا غږ کوو، د پارلمان نه به یو قوي آیت راځي، او دغه مسله به موږ څیړو او ولس ته به وړاندې کوو. تشکر بسیار آقای مهدی راسخ، نماینده مردم کابل در مجلس هم در برنامه با ما پیوستن. وقتتان بخیر آقای راسخ. حمله دیروز در غرب کابل، حمله مرگبار، حدود 25 تن از زنان باردار در این حمله جانهایشان را از دست دادن، کودکان زخمی شدن، کودکان نوزاد در این حمله زخمی شدن. چگونگی حمله روشن شده؟ اتفاق چنین حمله ها در غرب کابل پیشینه داشته داره؟ آموزشگاه ها، ورزشگاه ها، مسجد ها، اینا همشان آماج قرار گرفتن. چرا غرب کابل؟ کی در پس این حمله است و هدفش چیست؟ متاسفانه ما صدا شما را نداریم، ما سوال شما را دقیق نشنیدم. میخوام تکرار بکنم، حمله بر غیر نظامیان، حمله بر بی‌دفاع‌ترین بخش در یک بیمارستان کار کی بوده میتونه؟ هدف کسی که در پس این رویداد است چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر بیننده‌های محترم تلویزیون محترم شما. نخست از همه تسلیه درز میکنم برای مردم افغانستان، برای خانواده شهدا و برای مجروحین شفای عاجل میخوایم. متاسفانه حوادث ناگوار دیروز اتفاق افتاد در ننگرهار و مخصوصا در غرب کابل. فاجعه انسانی اتفاق افتاد که در او انسانهای بیگناه و مظلوم مورد هدف شوم تروریستی قرار گرفت. معلوم دار است که پشت این قضایا دشمنان انسانیت هستند، تروریست ها هستند. امو رقمی که داعش مسئولیت این حادثه را گرفتن، و قبل از این هم شبه ای حوادث دیگه ای که اتفاق افتاده بود توسط تروریست ها و حامیان بیرون مرزی تروریست ها این حوادث شکل گرفته که این بار اوج فاجعه بود و واقعا اوج از جنایت علیه بشریت اتفاق افتاد که در این اطفال معصوم تازه به دنیا آمده شهید شدند، مادران در حال زایمان در حال ولادت به شهادت رسیدند، و مطمئنا این کار دشمنان مردم افغانستان، کار دشمنان انسانیت و کار دشمنان صلح و امنیت هستند. بسیار خوب، تشکر به شما. برمیگردم آقای راسخ. اما آقای ولی آریا از لندن هم در برنامه با ما حضور دارن. خوش آمدین آقای آریا. بحث حمله دیروز و حمله های دیروز در ننگرهار و در
کابل حمله هایی که با واکنش های سخت و تند روبرو شدند. داعش ظاهرا مسئولیت پذیرفته و طالبان در اعلامیه رد کردن هر گونه دست داشتنشان را در این حمله ها. از دید شما داعش میتونه چون این حمله های را سازماندهی بکنه و راه اندازی بکنه؟ با عرض سلام و با عرض تسلیت به خاطر شهدای حادثه اخیر، از نظر نوع ایدئولوژی و نوع اندیشه و جهانبینی کلی که این گروه های افراطی خشونتگرای مذهبی دارن در افغانستان، تفاوت چندان ما نمیتوانیم قائل بشیم بینشان، ولی از نظر سیاسی و از نظر ای که این گروه ها به طور مقطعی و موقتی برای مدت در خدمت اهداف کشورهای خاص در منطقه هستند، مسلما تفاوت های وجود داره و در تحلیل جزئیات ما اگر این تفاوت ها رو در نظر نگیریم نمیتونیم به تصویر واقع بینانه دست بیابیم. داعش هرچند که در مقایسه با طالبان و در مقایسه با قدرت که تا یک دو سال پیش داشتن که در حال گسترش بود، فعلا توانمندی هایشان کاهش یافته، در او تردیدی نیست، ولی همچنان قدرت تخریبشان، قدرت ایجاد ناامنی را به طور پراکنده در مناطق مختلف دارند. و نکته دیگه که باید ما فراموش نکنیم ایست که در ما در حدود 20 گروه و سازمان افراطی خشونتگرای تروریستی داریم در افغانستان که داعش یکی از اون هاست، طالبان گروه دیگر است. طالبان طبیعتا بزرگترین گروه این افراطیون خشونتگرا است، ولی در بین خود طالبان هم نکته دیگه که میخواستم اشاره بکنم ایست که یک پارچگی که از بیرون تصورش میشه وجود نداره و در بین آنها هم در سطح رهبران سیاسیشان و در سطح فرماندهان نظامیشان چند پارچگی وجود داره. گروه های هستن که شاید بیشتر تمایل به مصالحه داشته باشن و گروه ها و قماندان های هم دارن که بیشتر شباهت به موضوع‌گیری ها و سیاست ها و اندیشه های داعش رو دارن که نام مخالف صلح هستن. بنابراین ما اگر برگردیم به پس به سوال شما، بله داعش در اجندایش ما اجزای مختلف رو میتونیم ببینیم، ابعاد مختلف رو میتونیم ببینیم که یک بودش بود منطقه‌ای است، چیزی که در سوریه مگذره، در عراق مگذره، تنش ها و منازعاتی که در سوریه وجود داره و در اونجی افغان هایی که در سوریه حضور دارن و در حمایت از بشار اسد و به نمایندگی از جمهوری اسلامی در اونجا حضور دارن و مبارزه میکنن، این هم در واقع وضعیت پیچیده‌تر ساخته. ما بخشی از خصومت داعش و بخشی از خصومت گروه های افراطی دیگر را که علیه اقلیت و گروه قومی هزاره های ما جریان داره برمیگرده به او اختلافات و خصومت هایی که مردم و این گروه ها دارن در مقابل تمام مردم افغانستان، بخش دیگرش برمیگرده باز به بود مذهبی قضیه و به بود منطقی قضیه. بسیار خوب آقای آریا، پیش از این حکومت افغانستان بارها اعلام کرده که داعش شکست خورده در افغانستان، به تازگی امنیت ملی رهبر شاخه خراسان داعش را در کندهار بازداشت کرد و در بند داره، رهبر داعش برای جنوب آسیا هم بازداشت شد از طرف نیروهای دولتی افغانستان و پیوند داعشیان افغانستان با داعش که در سوریه و عراق می جنگه هم قابل تایید نیست. گفته شده که این دو گروه با هم در ارتباط و همکاری نیستن، متفاوت دانسته شدن. در همین حال حکومت افغانستان همچنان گفته که راه اندازی چون این حمله ها با این پیچیدگی کار یک روز و چند روز نیست، امکانات بسیار کلان و برنامه های کلان را نیاز داره. با وضعی که حکومت از داعشیان تعریف میکنه، راه اندازی چون این حمله ها نمیتونه کار داعش باشه ظاهرا.
ببینید از نظر روابط مستقیم و از نظر ای که داعش سوریه و داعش که در عراق است، اینا افراد خود را، سربازان خود را که از خود از منطقه هستن و عرب هستن، اینا رو بفرسته به افغانستان، بله از اون نظر رابطه بسیار مستقیمی وجود نداره، ولی از نقطه نظر اندیشه و ایدئولوژی و اجندایی که دارن و از نقطه نظر حمایت نظامی که میشن، این همکاری ها و روابط وجود داره و نامگذاریش خود گروه در منطقه و روابطی که اینا از طریق عناصر در پاکستان دارن، در داخل استخبارات پاکستان، هم ما نباید فراموش بکنیم که در واقع هم به نل میکوبه هم به میخ، و اینا هدف از ایجاد داعش در حقیقت بخشی از اینکه باز هم برمیگرده به سیاست کلی پاکستان در داخل افغانستان و در منطقه است که برای غربی ها اینا میخواستن نشان بدن برای جامعه جهانی طالبان بهترن و از طالبان میتونه که گروه های بدتر هم وجود داشته باشه، بنابراین به خاطر تشویق و ترغیب غرب برای تعامل با طالبان، بخشی از کاری که اینا کردن این بود که عناصر رو به عنوان داعش تقویت بکنن و تسهیل بکنن روابط رو بین اینها و داعش در منطقه خاورمیانه، و باز هم ما روابط و همکاری که بین این گروه های مختلف، طوری که پیشتر هم گفتم در حدود 20 گروه خشونتگرای افراطی وجود داره در منطقه، ما اینا رو هم نباید فراموش بکنیم و نباید تنها عناصری که مربوط به داعش در افغانستان میشه توانایی ها اونها رو به تنهایی ما در نظر بگیریم، بلکه همکاری هایی که بین اینا و حتی بین عناصر از طالبان، عناصر افراطی تر طالبان و داعش وجود داره، او رو هم نباید از نظر دور بکنیم. تشکر آقای شپون، به شما برمیگردم. بحث حمله ننگرهار، انگیزش بیشتر نظامی بوده، به مراسم بخاک سپاری یک فرمانده پیشین نیروهای خیزش مردمی در این حمله آماج قرار گرفته، موافق هستین با این مسئله و یا بس های دیگر هم میتونه در میان باشه که شما دربارش میدانید؟ اصلی خبر خدا ده چه ده اوس برحال ده محلی پولیس و قماندانو ده که شک نشته چه نظامیان نظامی سره، و خو یو چوک چه مر شی آغا بیا مری تا عوام خلق رازی دا دی که ده شک خبره نشته ده چه ده نظامی نو نظامی و اوس برحال هم نظامی و خو دی که عام خلق دیر مری دی دوی ده چه چوک مر شی پا جنازه که داسی او عمل تر سرکی او دا به زویم د وخت نه مخکې خبره ای چې موږ اوس څه ووایو چې څنګه دا به د برسۍ نه ولایتي ادارې هم په دې باندې کار شروع کړی دی، د هماغه ورځې نه، پرون ورځې نه، او مرکز نه هم حکومت دغه راغوښتل شوی دی آیت. نو کله چې برسۍ وشوه بیا به موږ تاسو ته هغه خبرې وکړو چې هم به حکومت جواب ووایي، بیا به موږ هم ولس ته هغه حقایق وړاندې کړو چې حکومت څه کړي، دا موضوع څنګه وه، څنګه راغله، څنګه دغه شوه، دا څه هدف و هدف خو حتمي دغه ټول زاړه مجاهدین ول، نوی وکیل صاحبان ول، دې کې تقریبا درې وکیل صاحبان ول چې مشهور جهادي قماندانان هم پکې ول. دا خو تنه د پولیسو یا د نظامیانو خبره نه و، دې کې عام ولس ډیر زیات و. آقای شپون، بس بررسی و منتظر بودن به نتیجه بررسی از این رویدادها بسیار اتفاق افتیده در کشور، هیئت گماشته شده برای بررسی، پس از چند روز رویداد فراموش شده و پیگیری نشده، انتظار برای نتیجه بررسی فکر میکنین که بجاست و باید منتظر نتیجه بررسی در این زمینه بود؟ اساسی خبر دلته د سیده داسه خبر سره زسل په سلام موافق ما چې په افغانستان کې داسې قضیه ډیره دي براسي د تلی بیا دغه شوی، خو اوس چوندا موضوع ډیره پیچلې ده، دلته دزی منځ ته راغلی، آیا دغه دزی څنګه شوی دي، دا واقعیت په ما غسی په هدف او کا دلته د خپل منځي دزی شوی دي، خلک ورختا شوی دزی شوی، دا باید دقیق تیړنه وشي، هغه پوچکونه واغستل شي، د دغه تیړنې لپاره موږ دغومره منتظر چې دغه ورځ نیمه کې دغه آیت خپل بررسي سر ته ورسوي، بیا به ولس ته دغه کړو. اوس خو اساسي مشکل په دې نه دی که دا بررسي هم شي، یا داعش یا طالب یا نورې ډلې، دلته لکه مخکې چې دوستانو ویلي په افغانستان کې ډېرې ډلې دي، راځئ چې اساسي موږ خبره وکړو چې افغانستان کې موږ څنګه کولی شو چې د دغه بدبختیو مخه ونیسو. زموږ څه چې تیر شوي دي هغه بیا نه راځي،
زمونږ اساسی غوښتنه دا ده چې مونږ په دغه دواړو ډاکټر صاحبانو غږ کوو. تناکه نن ننګرهار او کابل په دې غم یا لغمان په دې غم کې اخته ده، زه د افغانستان په ځورېدلي ولس باندې غږ کوم چې قسم په خدای ده چې تاسو وګورئ چې په اکثره ولایتو کې اوس جنجال روان دی، په خدای که دغه څلور دېرش ولایتو کې به ټولو کې دا ټغري، زه په افغانانو باندې غږ کوم چې راځئ ټول یو موټی شو، دغه سیاسونو باندې غږ کوم چې د الله نه وډار شئ، دغه خپل مشکلات په خپله سره حل کړئ. تاسو وګورئ دا د افسوس خبره نه ده، زه وژل کېږم، زما په وینو معامله کېږي، ورکه دي چې هغه چوکۍ، او ډاکټر صاحب عبدالله، او ډاکټر صاحب غنی، ورکه دي چې هغه چوکۍ چې زما په وینو باندې ته لاس ته راوړي، او ته بیا بچو ته په یوې په هند کې بلې په امریکا کې خپلو بچو ته ورلېږي. افسوس خبره ده، زه غږ په ډاکټر صاحب عبدالله کوم، د دغه ځینه غږ کوم چې ډاکټر صاحب عبدالله، دغه د کابل شهیدان، دا هغه مظلومې خویندې چې په شبخانو کې شهیدانې شوي، هغه د ننګرهار ځورېدلي ولس شهیدانو ته وګوره، راشه او د دغه قصو نه تیر شه. او په ډاکټر صاحب غنی باندې زه بیا هم غږ کوم چې ډاکټر صاحب غنی، څنګه کولای شي چې دغه حالات ته مهار کې او مونږ یو دایمي صلح ته ورسیږو. او په طالبانو مې غږ دا دی چې طالبانو ته هم وایم چې تاسو هم زموږ ورونه استئ، عالم کې چې هر څومره مونږ ووژنئ خو بیا هم افغانان استئ، د خدای خاطر وکړئ راشئ. دغه بم به رسی شي، دا د ننګرهار موضوع ده، د کابل بم به رسی شي، خو یو دم به یو څوک پکې غږ وکړي چې دا ما کړی دی، بل به وایي ما کړی، په هغه خو زموږ زور نه رسیږي. دلته اساسي خبره دا ده چې زموږ سیاسون سره یو شي او مونږ څنګه وکولای شو چې صلح ته ورسیږو. که مونږ یو نه شو، دغه د جنگ لړۍ به دوام لري. او اساسي مشکل چې دغلته زه یاد زی بولم چې یاد کوم چې تر کله پورې امریکایان په افغانستان کې وي، دغه وینې به جاري، که دغه د حالات به روانې، مونږ نه داسې همسایګان لرو چې زمونږ باندې زړه وسوسېږي او خارجیان هم مونږ باندې زړه نه سوسېږي. مونږ باندې باید خپل افغانان خپل زړه وسوسېږي. دغه دواړه ډاکټر صاحبان، ملا هیبت الله باندې مو غږ دی، د داعش هغه کومې ډلې چې افغانان دي په هغوی مو غږ دی چې افغانستان څلوېښت کاله وکړئ، نور څه غواړئ د افغانانو نه؟ جومات مو په امن نه ده، جنازه مو په امن نه ده، واده مو په امن نه ده، شبخانه مو په امن نه ده، څه به کوو آینده؟ تشکر بسیار آقای راسخ. به شما برمیگردیم. بحث حمله بر بخشای غیر نظامی و اهداف غیر نظامی که در غرب کابل پیشینه بیشتر و کلانتر داره، آقای آریا پیشتر چیزهایی در باره چگونگی و یا پیوند این حمله ها با داعش گفتن، جنگ افغان ها به نمایندگی از جمهوری اسلامی و به دفاع از بشار الاسد در سوریه، این مسئله در اتفاق افتیدن رویدادهای غرب کابل اثر داشته و در میان است؟ تشکر. من متاسفانه به دلیلی که اینجا فضای باز است و باران است، با در بحث ها شریک شده نتونستم، صدا ضعیف بود. اما این حوادث نشان دهنده است که ای است که در کنار ای که مسائل سیاسی است، افراطیت مذهبی و باورهای افراطی مذهبی همچنان نقش داره. خواستگاه داعش و همون رقم پیشینه که در رفتارها و در عملکردهای گروه تروریستی داعش دیده شده، اینا دیدگاه های افراطی مذهبی هم با خود داره. ما احساس میکنیم که طبیعی است و افراطیت مذهبی نقش خود داشته، اما ای که هزاره ها به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی ایران مورد ای تهاجمات قرار میگیره، من میخوایم تاکید بکنم که هیچ سندی وجود نداره و هیچ گاهی هزاره ها مشخصا به دلایل ارتباط مذهبی پیوندهای سیاسی با ایران نداشته، اما پیوندهای فرهنگی تعداد زیادی از مردم افغانستان هم با ایران هم با پاکستان و با کشورهای همسایه دیگه داره. و کسانی که از ایران، مهاجرین ایران، اگر در جنگ های سوریه هم اشتراک داشتن، به دلایلی که شرایطی که در درون کشور دومی که اینا زندگی میکردن در ایران بوده، اینا به نمایندگی از هزارهای افغانستان در او جنگ اشتراک نکردند. شاید در باورهای این گروه تروریستی همچون مسئله وجود داشته باشه، اما به هر صورت تروریست ها به هر نحوی که بخواین میخواین مردم بتانند میخواین مردم افغانستان آسیب برسانه، قربانی بسازن. مسئله اساسی ضعف در حکومت افغانستان است. مردم ما بیشتر از این که تروریست ها را محکوم کنند، ملامت کنند، خب طبیعی است که تروریست ها اهداف شومشان آسیب رساندن به مردم است و به نظام جمهوری اسلامی افغانستان است. اما حکومت همچنان
مقصر هستند. ما بارها یاد کردیم بیش از 100 مورد حمله مشخص به هدف آسیب رساندن به مردم افغانستان، یک بخش از مردم افغانستان که هزارها هستند، صورت گرفته و قربانی دادن این مردم، اما حکومت اقدام مؤثر و لازم را نداشته. متاسفانه سیاسیون افغانستان مصروف فسادند، مصروف تعصبند، مصروف شهرت طلبی و قدرت طلبی هستند، هیچ گونه اقدام مؤثر و لازم نداشتند. حکومت افغانستان نیروهای امنیتی در مسئله استخباراتی شدیداً اینا ضعف دارند، یا در مواردی هم شاید عمدن اینا در اسرع وقت معلومات استخباراتی را با تمام ارگان‌ها شریک نساختند. امور رقمی که در حادثه مصلی شهید مزاری اداره امنیت ملی ساعت 8 شب خبر داشتند، اما با حوزه ها اینا شریک نکرده بودند. احتمالاً در اینجاها تقصیری هم وجود داشته باشه که ما حکومت هم ملامت میدانیم و حکومت جدن باید اقدامات سریع را انجام بتن، از این حوادث پیشگیری کنند. متاسفانه در نحوه مهار حادثه روز گذشته هم سوالات جدی مطرح هستند، بسیار طول کشید. در آخر جسد یک تروریست اینا به مردم نشان دادن. اگر یک تروریست بوده، چطور یک نفر 5 ساعت تانسته در درون یک شفاخانه در اون مکان گسترده و وسیع این مقاومت کنه و هم مردم را بکشه و هم بتانه که نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار بده، هم نیروهای امنیتی به تأخیر وارد صحنه شدن و هم در جریان مهار عملیات اینا از خود ضعف نشان دادن، که ما جدا صدا میکنیم به جانب حکومت که اقدامات لازم را انجام بتن. در غیر از او مطمئنا مردم نسبت به حکومت و نیروهای امنیتی بیباورتر خود شد و نشوند که روزی برسه که مردم از حکومت. تشکر بسیار. به ادامه ویژه برنامه تولو نیوز در باب رویدادهای مرگبار دیروز در کابل و ننگرهار پس از چند لحظه کوتاه. به ادامه ویژه برنامه خوش آمدین. در ادامه باز هم یکی دو پرسش از آقای راسخ می داشته باشیم، سپس بحث را با آقای آریا دوام خواهیم داد. آقای راسخ، می خواهم که بفهمم مسجد، مراسم عروسی، مراسم به خاک سپاری، ورزشگاه، آموزشگاه و حتی شفاخانه و محرمترین بخش شفاخانه که حتی ورود آقایان اونجا اجازه نیست، آماج حمله قرار می گیرن. معنی این حمله ها را شما میتونین بیان بکنین؟ چه پیام داره این حمله ها با خودش؟ شما میتونین که تعریف از این پیام داشته باشین؟ چه معنا میتونین این حمله ها؟ اینا همه برمیگرده به نوع شستشوی مغزی که این آدم ها داده میشن. شستشوی مغزی که بر اساس عقاید مذهبی و دینی باشه، البته ای که چون این عقاید در دین اسلام و در مذاهب اسلامی جایگاه نداره، در او شک نیست، ما راجع از او بحث نداریم، ولی ما راجع به برداشتی از دین و مذهب صحبت میکنیم که این توسط رهبران این گروهک ها مورد سوء استفاده قرار گرفته و به خورد افراد و ساکرشان داده میشه و اینا بر اساس از او شستشوی مغزی داده میشن و بر اساس او تنها تعبیر این گروهک ها و درست است و تعبیری است که بر اساس آن طوری که آنها میگویند برداشت واقعی از دین اسلام و مذهبی که اونا پیروی میکنن وجود داره و تمام برداشت های دیگر همه غلط است و انحرافی است. بنابراین شما اگر یک نوجوان را بر اساس چنین طرز فکر شستشوی مغزی بدهید، اون نوجوان حاضر است بر اساس انگیزه ای که به دست میاره
از هیچ نوع قصاوت دریغ نکنه. اگر دو گروه قومی در مقابل یک دیگه بجنگن یا دو گروه سیاسی یا اگر جنگ به عنوان نمونه بر سر مسائل اقتصادی بین دو گروه باشه، بین دو کشور باشه، بین دو سازمان باشه، شما باز هم احتمال از این میتونین بدین که سربازان که در چون این جنگ میجنگن شاید به کودکان، به نوزادان، به زنان رحم بکنن. ولی وقتی که ایدئولوژی افراطی خشونتگرای مذهبی مطرح میشه، در او حتی به نوزاد هم اگر رحم بشه، در واقع اونا گناه میکنن، اونا باید به نوزاد هم رحم نکنن، به هیچ کس، به آسیب پذیرترین اقشار جامعه هم نباید رحم بکنن. و بر اساس چون این ایدئولوژی تنها راه درست، تنها صراط مستقیم برداشتی است که آنها دارن و تمام تعابیر دیگر، تمام روش های زندگی دیگر از دید آنها کاملا غلط است. آقای آریا، در مقابل این گروه هک ها به قول شما حکومت با حمایت چندین کشور و جامعه جهانی قرار دارد، چه چیز زمینه ساز اتفاق افتیدن چنین حمله های مرگبار شده؟ ما چند گزینه را می خواهیم که بر بشمارم و بفهمم که دید شما در این میان چیست. این وضع نتیجه عملکرد سیاستگران کشور است؟ عملکرد سیاستگران دچار خلا و مشکل است، یا استفاده ابزاری از جنگ و صلح چنین پیامد را به همراه شده و داشته؟ بحث دیگه که آقای اشپون در میان گذاشتن، معامله بر سر خون شهروندان چنین حالت را تانسته بار بیاره، چه اتفاق در میان است؟ تمام گزینه‌هایی که شما اشاره کردید اینا بخش از یک مجموعه از عوامل است که اینا دست به دست هم دادن و شرایط فعلی را به وجود آوردن. ما نمیتونیم روی یک یا دو عامل خاص انگشت بگذاریم و به عنوان عامل اصلی وضعیت کنونی به او اشاره بکنیم. ولی ما اگر خواسته باشیم به خاطر ساده ساختن بحث و تحلیل خواسته باشیم عوامل کمتر و اصلی را اشاره بکنیم، اینا همه برمیگرده به ناتوانی ها و نارسایی ها و ضعف هایی که در داخل حکومت فعلی وجود داره و در دو دهه گذشته هم وجود داشته. آقای آریا، بحث ضعف و ناتوانی به یاد کردم از حامیان جهانی حکومت افغانستان، از اقتداری که در دست دارن و امکانات و تجهیزات و زمینه ها و فرصت ها، چگونه حکومت در برابر یک گروه کوتاه می آید؟ بس در کجاست؟ سیاستگران نمیتونند درست کارهایشان را انجام بتن، مصروف زد و بندهای دیگر هستند، به دنبال بحث های حاشیه‌ای هستند، یک جای کار حتما خلا داشته و داره. خود طبیعتا ببینید، ما باید به عوامل مختلف اشاره بکنیم. در اینجا حکومت داری بسیار ضعیفه که وجود داشته، فساد بسیار گسترده که وجود داشته در دو دهه گذشته، عدم رهبری سالم نیروهای امنیتی و دفاعی یک از عوامل بسیار مهم دیگری بوده، نقش قومیت در تصمیم گیری های کلان سیاسی در سطح استراتژیک بسیار مهم بوده، عدم موجودیت یک هویت ملی قوی و احساس ملت بودن در بین تمام اقوام مختلف افغانستان یک از عوامل مهم دیگه بوده. شما فعلا به این شکل که ما شاهد یک مبارزه و منازعه بین طالبان و حکومت هستیم، به این شکل ما در سطح سیاسی بدتر از او در بین نیروهای سیاسی فعلی شاهد تنش و کشمکش هستیم که خود ای باز باعث شده که این پراکندگی باعث شده که دولت و نیروهایی که باید در کنار هم در یک صف اینا در مقابل طالب و گروه های خشونتگرای افراطی دیگه مبارزه بکنن، اینا فعلا در مقابل یک دیگر قرار گرفتن. عامل مهم دیگه ایست که به خاطر این نارسایی هایی که وجود داشته ایست که جامعه جهانی به طوری که باید و طوری که لازم بوده به خصوص در دو سال اخیر حمایت نکرده از موضع این نیروهای سیاسی که در واقع باید حامی دستاوردهای دو دهه گذشته بوده باشند. و فعلا در واقع ما چهار نیروی سیاسی رو داریم که اینا در واقع با هم هماهنگ نیستن. حکومت آقای غنی، گروه های سیاسی که مخالف آقای غنی هستند،
طالبان و گروه های خشونتگرای دیگر و جامعه جهانی. در بین اینا فعلا ما به انواع مختلف منازعه و کشمکش میبینیم. بر علاوه این کشورهای منطقه بسیار مهم است که اینا اگر قرار باشه در افغانستان اجماع صورت بگیره و همکاری صورت بگیره، بین این همکاری لازم باید وجود داشته باشه بین کشورهای منطقه ای. ولی ما شاهد این بودیم که بیشتر این کشورها خلاف منافع ملی افغانستان و به طور طبیعی در جهت منافع خودشان در داخل افغانستان عمل میکردن. تشکر بسیار آقای شپون. دید شما چه است در کنار مسائلی که آقای آریا در میان گذاشتن، بحث نبود حکومت داری خوب، بحث نارضایی ها در حکومت، زدابند های سیاسی میان دو رهبر سیاسی و رهبران سیاسی، به حمایت جامعه جهانی هم کم از کم در دو سال پسین بنابر همین نارسایی ها از حکومت به گونه لازم ادامه نداشته، همه اینا به انتقادها و اتهامهایی هستند که بر حکومت وارد هستند. در پهلوی از این حکومت امروز گفته که طالبا بقایشان را در جنگ میبینند و اعلامیه های طالبا نمیتونه مسئولیت این گروه را در پی حمله های اخیر در کابل و ننگرهار رفع بکنه. کجا مشکل داره؟ طالبان به گونه میخوان جنگ دوام بیابه، حکومت افغانستان کارش را درست انجام نمیده که متهم هم است و از جانب هم طالبان و هم سیاستگران مخالف حکومت، و یا بحث های دیگه چون حمایت کشورهای منطقه بنابر منافعشان از گروه های تروریستی هم میتونه دخیل باشه در قضایا. من نه دلته خو ورور ډیره خی خبره وکړی. زه د زما شخصی نظر دی، زه د دغه تدری تعریف ورکوم. یو خدای دی چې خارجان دی د افغانستان په دی عمومي مسله کې خارجان ډیر زیات لاس وی. دویمه زمونږ شخصی ګټی دی، لکه د زمونږ د دې واکدارانو او د مونږ چې زمامداران ټاکلی دي د دوی شخصی ګټی دی دا. او دریمه خبره دا چې په امنیتی سکتور کې به تجربه خلق مقررول. تاسو وګورئ مونږ هغه کډرونه ولی زمون کډرونه تقاوت کیږي چې زمون د ځوانان مونږ ځوانان زغبلم ځوانې مونږ ځوانانو ته احترام لرو، ولی زمون هغه جنرالان چې نن په یو ولایت کې یو مامور دی او سبب تقاوت کوي، باید د دې لپاره دغه درې دغه خبرې دي. د طالبانو خبره، زه طالبان با خپل نظر لري، زه پاګه کې څنګه شمه. اساسي مشکل اوس دلته دی چې مونږ طالبانو ته څه جواب ولرو. طالبان وایي چې تاسو په خپل په دې نظام کې د وسره حکومت لري. مونږ دغه دوړه ډاکټر صاحبان یو ماستری پی ډی کړي دا بلب ماستری او ډاکټرا او دا شیان بکړي با تجربه خلک دی، ولی افغانستان دسي دوی د شخصي ګټو نه تیریږي. راځو د خارجانو مسله خو پرې دی، خارجان به مونږ وژنیم، خارجان به ارڅ کې هغه خپل ګټي مطرح دي. مونږ او تاسو ته نه دغه ګوره دغه اتل اسکاله مونږ سپورټ کړو، ولی تاسو اوس وګورئ چې خارجان په ورو ورو د وطن نه وځي او په خیر سره به زر دی خدای ورک کړي د وطن نه. افغانستان زمونږ او تاسو دی، افغانستان با مونږ جوړو. مونږ د خپل ډاکټر صاحبانو ته ویل چې د خدای خاطر کې د شخصي ګټو نه تیر شي. او دویم په امنیتی سکتور کې تاسو وګورئ، په امنیتی سکتور کې که تاسو غواړئ یو برنامه جوړه کړئ، دا امنیتی سکتور خلک هم ملمانه کوي، د اولس استازي ملمانه کوي چې مونږ هغه ته وایو چې په دغه نقطه کې د دغه خلک په څه ګمارلې دي. تاسو وګورئ داسې خلک ګمارلې دي او داسې خلک په کور ناشتي، هغه زړه جنرالان په کور ناشتي. مونږ باید په دغه استراري حالت کې د زړو جنرالانو نه کار واخلو، راجیږي کو دغه خلک چې په کابل کې پراته دي، دغه د آریو یو ولایت ته ولیږي. دا څه کوي چې په ګرمو او نرمو لانکروزرو کې ګرځي، په ایر کنډیشن کوټو کې ناشتي، دا د په دغه جنگي حالاتو کې ولایت ته ولیږي چې څنګه وکولی شي د خپل سرباز مورال زیات کی. دلته د سرباز مورال د غدواړو ډاکټر صاحبانو ته کته کړه ده، د اولس زړه مات کړه هم دې غواړو ډاکټر صاحبانو مات کړه ده. دوی په خپل غټو باندې سراخته دي چې دا چوکې ستا شو دا چوکې ستا شو. زه دې جنه په ډاکټر صاحب غنی غا کومه چې ډاکټر صاحب غنی د ننګرهار خلکو تا ته د افغانستان خلکو تا باندې ډیر جاتې ته مات کړه ده، خو کله کده په خطا شو بیا به تاریخ لیکل کیږي. تاریخ به بد هیڅ کله تا بیا ونه بخي، د افغانستان اولس به تا ونه بخي. او ډاکټر صاحب عبد الله باندې زه خپل دی او مجاهد جوړې ما، زه په ډاکټر صاحب عبد الله غا کوم چې د افغانستان د اولس د بقا لپاره د الله خاطر کا دغه جنجالو تیشا راشه دغه د صلح ټوله اداره ته خپل لاس کې واخله چې مونږ څنګه وکولای شو دغه جنجال نتیجو. او زه په وزیر صاحب دفاع او په وزیر صاحب د داخله باندې کومه، په رئیس صاحب امنیتی ملي باندې کومه چې تا
تاسو په دغه ګمارونو کې لږ زړه توجه کوي. تاسو وګورئ تاسو په دې دوه سکتورو کې مونږ خويندو ته ډېر احترام لرو. په نظامی برخه کې تاسو وګورئ په دې دوه څو سکتورو کې خويندې ماته وزیر د مالیه کا، ماته وزیر د اقتصاد کا، ماته وزیر د تجارت کا، زه خور ته احترام لرم، رایم ورکوم، کمپاین مرتبه تالار کې کوم، خو ته د یو جنرال د یو پیغلې جلې شاته ودرولی دی، د ده په روحیه باندې به تاثیر ونه کړي. افسوس په دا رقم نظام، افسوس په دا رقم مشري. زه وایم دغه ټوله هر افغان چې مري د دغه ټولو مشرانو به پکې غاړه بندی او په جهادي رهبرانو باندې غږ کوم، په هغه مشرانو باندې غږ کوم چې پنځه کسه پرې راټولېږي چې راټول شي او دغه دوه ډاکټر صاحبانو ته وخت وټاکئ چې څنګه وکولی شو چې موږ خپل امنیتي سکتور هم تقویه کړو، او څنګه وکولی شو دغه دوه ډاکټر صاحبان که چیرته جوړه کړئ. دا یاد وساتئ، یو دقه وخت ستاسو ځنیسم، دا یاد وساتئ که چیرته دلته ډاکټر صاحبان سره جوړ رانه شي، په خدای قسم دی چې خارجانو یوه بله لوبه جوړه کړې افغانستان ته، او افغانستان به د یو ډېر ناورین سره مخ شي. ولې دربدر کېږم به زه، دربدر کېږي به ته، دربدر کېږي به د افغانستان هغه ځورېدلي خلک. دغه خلک به په لا چې پام یا یو به په امریکا نه استي، بل به په هندستان نه استي، بل دا زمون مجاهد صاحب هم بیا ته وګوري چې په غرب بناتي جنگ به بیا افغانانو ته پاتې، او افغانان به ان شاء الله د خپل خاورې نه دفاع کوي، نه به پاکستان ته اجازه ورکړي، نه به هغه خلکو ته اجازه ورکړي چې تر اوسه پورې زمون وینې توی کړې دي. مونږ به دلته جګېږو او د خپل خاورې نه به دفاع کوو. تشکر خو شپون. حکومت افغانستان واکنش بشش به این چنین حمله ها بیشتر پخش اعلامیه ها و محکوم کردن بوده، در نهایت گماشتن هیئت برای بررسی که نتیجه کارش هم تا کنون با پرسش روبرو بوده در همه موارد. در دو مورد اخیر فراتر حکومت اقدام کرده که از نیروهای امنیتی خواسته یا دستور داده به نیروهای امنیتی تا به حالت تهاجمی در آیند. یعنی اینا قناعت بخش نیست، قناعت را فراهم ساخته نمیتونه. شما این توان را در حکومت میبینین که اگر به گونه درست کارهایش را انجام بده میتونه جلوگیری بکنه از این حمله ها؟ سل په سل زه یوه خبره تاسو ته کوم چې د افغانستان ډېر غیرتي ولس دی، د خپل نظام ملاتړ کوي، دا اوس ملاتړ کوي. نن تاسو ولیدل چې زمونږ هغه سپین ږیری وکیل صاحب چې زوی په تنکی زوی په سرو وینو کې لمبېده، او بیا یې ویلې چې سل ځلې مړ شم د دې نظام نه ملاتړ کوم. وشرمېږئ زمونږ رهبرانو، د دغه سپین ږیری نه وشرمېږئ چې هغه په سپینه ږیره. کاشکې ستا زوی نن په دې وینو کې لمبېدلی. که دوی جوړ راشي او دوی په اتفاق شي، افغانستان به د یو ښې صلح ته ورسېږي، او افغانستان به د خپل دشمن نه ډیره ښه دفاع وکړي. موږ کولی شو، زمونږ سربازانو روحیه دومره غټه ده، خو زمونږ روحیه چا دغه امنیتي سکتورو کې چې دغه بعضې ګمارنې کېږي موږ ګیله لرو. زه یو مثال تاسو ته وایم، بیګا موږ په 12 بجې یو چا ته زنګ واهه، درې مشرانو ته هم زنګ واهه، نه یې غواړم چې دلته نومونه واخلم. بده خبره به وي، ته یقین وکړه چې درې واړه ویده ول. دا د روژې میاشت وګوره، دلته باید ته عبادت وکړې، دلته د خپل سرباز نه پوښتنه وکړې چې څنګه قصه ده. زه یو وکیل یم، تاسو ماته په یو بجه د شپې زنګ ووایي، د هلمند نه د اروزګان نه زه چیلنج ورکوم تاسو چې زه حل وکوم که نه کوم. ته خو د یو امنیتي سکتور معینې، معاونې، مشرې، وزیرې، ستا تلیفون څنګه ته تلیفون نه جګې؟ دلته اصلي په دې امنیتي سکتور رهبري کې باید تغییر راشي، مکمل تغییر راشي، او دواړه ډاکټر صاحبان سره جوړ راشي. چې جوړ راغله، ته یقین وکړه چې بیا به هم خارجیان په دې پوه شي چې افغانان نور جنګ نه غواړي، هم به بیا داخلي هم پوه شي، هم به زمونږ هغه دشمنان پوه شي چې موږ په داخل کې معاش د دې دولت اخلي، موټر د دې دولت ګرځي، او بیا هم دا دولت ضعیفه کوي. موږ تل مدام د خپل نظام ملاتړ یو، خو ولې که رهبران زمونږ جوړ نه شي، نظام به هماغه وي. موږ بیا دغه رهبران بالکل په رسمیت نه پېژنو. او زما په ټولو افغانانو باندې غږ دی چې دوی ته یو څه وخت ورکړئ چې په دغه وخت کې جوړ رانغلی، نور بیا زمونږ رهبران ناست دی. موږ بیا کولی شو چې څه وکړو، او په هر ولایت کې به بیا ورته غونډې را جوړو. موږ نور نشو کولی چې د خپل ځوانان بیا قبرو ته خطا کړو. موږ خپل ماشومان کفلان بیا قبرو ته خطا کړو. موږ خپل میاندې قبرو ته کته کړو، او د دوی بچي به راځي. که یو ورځ موږ ژوندي یو، د دوی نه به بیا دفاع کوو، لکه څنګه مو چې د طالب د مخالف نه دفاع کړې د افغانستان، همداسې به د دوی په مقابل کې بیا ودرېږو. تشکر بسیار آقای شپون. آقای آریا، دید شما چی است با توجه به گستردگی جنگ افغانستان و پیچیدگی جنگ، مداخله کشورهای منطقه و فرامنطقه در امور افغانستان و نفوذشان در نهادهای حکومتی افغانستان، سران سیاسی میتونن با هم آهنگی و درایت وضع را مدیریت بکنن و جلوگیری بکنن از این حمله ها ممکن است؟ بالقوه ای توانایی وجود داره، بالفعل ما شاهدش هستیم که وجود نداره.
به خاطر ای که این توانایی از قوه به فعل تبدیل بشه ایجاب میکنه که تاریک آقای شپون هم گفتن اینا بر اساس منافع ملی با هم کار بکنن و در کنار هم قرار بگیرن و در این که اینا فکر میکنن که در اجندای سیاسی که هر یک از گروه ها دارن منافع ملی در نظر گرفته شده در اون تردید نیست، اینا واقعا باور دارن و خب تفاوت عمده که وجود داره بین دیدگاه آقای غنی و دیدگاه آقای عبدالله بیشتر برمیگرده به نوعیت نظام، به اینکه آیا سیستم متمرکز باشه یا غیر متمرکز. خب آقای غنی تاکیدشون بیشتر روی سیستم متمرکز است و آقای عبدالله نظام غیر متمرکز و خواهانش است. خب اینا هر دو فکر میکنن که هر یک از اینا فکر میکنن که همون نظامی که مورد خواست او هست به نفع منافع ملی است، ولی خب در عمل ما میبینیم که اختلافاتی که وجود داره، کشمکش‌هایی که وجود داشته باعث شده که اینا در ظاهر طوری به نظر برسه که اینا واقعا منافع شخصی خود دنبال میکنن و این جز خودگذری راه دیگر نمیتونه ما سراغ داشته باشیم که بتونه باعث به وجود آمدن اجماع بین این نیروهای سیاسی بین این بخصوص دو بزرگوار بشه. و اگر رهبری سالم، اگر اجماع در سطح ملی وجود داشته باشه، مسلماً ما وقتی که در سطح نیروهای امنیتی و دفاعی نگاه میکنیم، وقتی که در سطح توانمندی های بخش های استخباراتی ما که نگاه میکنیم، خود به خود باعث میشه که رهبری در سطوح میانه و در سطوح پایین‌تر هم رهبری سالمتری به وجود بیاید. و نکته دیگه که بسیار مهم است مسئله فساد است، فساد بسیار گسترده و لجام گسیخته. ما واقعا اگر مبارزه جدی با فساد را در نظر نگیریم که در دو دهه گذشته متاسفانه ما شاید مشکل بودیم که وجود نداشته، این مشکلات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و تاثیر بسیار زیادی که روی توانمندی های نیروهای امنیتی و دفاعی داشته این همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. بسیار خوب، یعنی بس قابل مدیریت است و اگر به سران سیاسی به گونه از اختلافهایشان بگذرن و با هم همکاری کنن مسئله قابل حل است، اما توان از رهگذر امکانات مالی و نظامی در چه حد است؟ کشورها برنامه های خودشان را دارن، بحث جنگ های نیابتی در کشور حاکم است و مداخله های در این زمینه باید از بنیاد بررسی شود و تجدید نظر شود بر امور و برنامه ها. بدون تردید وقتی که ما در سطح کلان، در سطح استراتژیک و در سطح ملی ما رهبری سالم داشته باشیم و اجماع ملی در ارتباط مسائل کلان ملی وجود داشته باشه و بر اساس از او اجماع ملی مبارزه جدی با فساد صورت بگیره و نقش قومیت در سیاست کمتر بشه و از او کاسته بشه، این باعث خواهد شد که از منابع مالی محدودی که افغانستان در اختیار داره از او استفاده موثرتر صورت بگیره و در نتیجه این خود به خود باعث تشویق و باعث اعتماد جامعه جهانی به افغانستان تشکر. خواهد شد و حتی باعث خواهد شد که کمک‌هایشون بیشتر بشه. تشکر. در بحث سال یک پرسش می داشته باشم از هر دوی شما مهمانان ارجمند. نخست آقای شپون، به طالبا مسئولیتشان را مسئولیت این حمله را نپذیرفتند و رد کردند، از دستشانشان را در هر دو حمله، هم در کابل هم در ننگرهار. اگر بپذیریم که طالبا در این حمله ها دست نداشتند و یک نیروی دیگر در کشور حضور دارد که توان راه اندازی و سازماندهی چنین حمله های پیچیده را دارد، صلح که در راه است و تلاش برای رسیدن به این صلح میشه با این وضع به مفهوم خواهد شد؟ زه دا وایم چې نه، به مفهومه به صلح نه وي که چېرته طالبان راشي او دی زمونږ د نظام سره یو ځای شي، مونږ به یو قوي نظام ولرو. دغه کومې وړې او یا متوسطه ډلې چې دي دا مونږ کولی شو چې اتا که زمونږ رهبري سمه شي، زه بیا خپله خبره تکراروم، په همدغه نشت
شته امکاناتو کې هم مونږ کولای شو. تاسو ګورئ 15 کال مخکې امریکایان څومره په افغانستان کې اوس څومره دي. یقینا کما ته بل ورځ یو جنرال ویل په ډېر افتخار سره وایي چې امریکایان یو پاتې نشي مونږ په افغانستان کې د افغانستان دفاع کولای شو. کبیا طالبان مونږ سره یو ځای شي ځکه چې دلته بیا مونږ یو ډېر قوي سیستم را جوړیږي، بیا دغه ډلې هیڅ کار نه ورکوي او زه امیدوار یم چې مونږ به یو قوي صلح ته رسیږو. دا ضعیف او دا متوسط ډلې دا بیا بالکل کار نه ورکوي، خو د دې لپاره چې طالبان مونږ سره یو ځای شي، طالبانو دا دوا دغه رد کړي، زه په حکومت باندې غږ کوم چې تا دغه ډلې دي چې د طالبانو دغه بندیان او د خپل منځي دغه اختلاف ولې زر نه حل کړي چې څنګه وکول شي چې مونږ طالب سره یو ځای شو، بیا به نه د داعش ډلې نه به بیا د نورې ډلې چې دا شل متفرقه ډلې کار کوي دا بیا هیڅ کار نه ورکوي افغانستان کې. او امیدوار زدم چې افغانان نور په کل کې د جنگ نه ستړي شي ودي، مونږ به یو قوي صلح ته رسیدو. خو که طالب راشي د کابل ته او که طالب رانه شي، د طالب په نوم به ډیری پلمی وي، ځکه یو شی زدل ته یادوري کوم د افغانستان اولس ته چې دغه طالب او زمنګ د نظام د صلح لپاره ډیری تیګي خلک راچی چې څنګه وکول شي چې دغه صلح هم رانه شي. او زه د طالبانو نام غواړم چې طالبانو د خدای خاطر وکړي، افغانان استي زمونږ ورونه استي، راځي راشي د ډیرو بانو مانو نه تیفي وګوري چې تاسو په نوم څومره جنجالونه کیږي او بیا تاسو هغه د غم په غاړه ناخلی. تاسو را دویم زه هم چې راشي د ډیرو خبرو نه سره تیر شي، دغه بندیان هم تاسو خوشي چی دا ټوله قصه به وشي، د افغانستان ولس به بیا یو تازه انتخاباتو ته لاړ شي. زه غواړم چې طالبان راشي یو کال یا یو نیم کال پاتې بیا انتخابات شي، مونږ څنګه وکولې چې خپل ځای وټاکو او یو سالم رهبر وټاکو. کبیا د چا زړه او طالب ته رای ورکول، طالب ته رای ورکي، کده چا زړه چې غنی ته رای ورکول غنی ته، کا ډاکټر عبدالله ته رای ورکول ډاکټر عبدالله ته، مونږ به وکول شو دې متفرقه ډلو نه بخلا شو او افغانستان به یو باثبات افغانستان وي. خو د خدای نه وډاکې چې مونږ هم ساګان ګوره نه پریدي، خارجان مونږ نه پریدي، افغانان په خپل کې سره را جوړي، دا متفرقه ډلې بیا کار نه ورکي. ممنون. و آقای آریا، همین پرسش از شما، اگر پذیرفته شود که طالبان در این حمله ها دست نداشتن و یک نیروی دیگر در کشور فعالیت داره، که میتونه چون این حمله های پیچیده را سازماندهی بکنه و راه اندازی بکنه با عملی بسازه، روند صلح که جریان داره و تلاش برای به موفقیت رسیدنش به گونه جدی به جریان داره بی‌معناست و صلح را که انتظار داریم به همراه نخواهد شد؟ خب اگر ثابت هم بشه که این کار طالبان نبوده، هم البته اخیر طالبان را تبرئه نمیکنه. طالبان از زمانی که موافقتنامه بین ایالات متحده و آنها امضا شده، بین 2,000 تا 3,000 حمله را برای نیروهای امنیتی به دفاع افغانستان انجام دادن، که به خودی خود ضربه نه تنها به دولت است که به مردم و جامعه است، و خود این در واقع این مسئولیت کلان است که طالبان متوجه طالبان است و به این معناست که طالبان واقعا او علاقمندی جدی که باید وجود داشته باشه و صادقانه او برای صلح وجود نداره. و نکته مهم دیگه است که مذاکرات بین الافغانی هنوز واقعا شروع نشده که ما فعلا راجع به ناکامی این بخش از مذاکره صحبت بکنیم. و یک نکته دیگه هم است که نقش ایالات متحده در اینجا در موافقتنامه که امضا کردن با طالبان گفته شده که عملیات های نظامی که انگیزه سیاسی داشته باشه ما از او حمایت نمیکنیم. آیا آمریکا از این که آقای غنی گفته باید دولت موضع تهاجمی بگیره برای طالبان آیا حمایت خواهد کرد یا نه؟ فعلا ابتکار به متاسفانه پیش طالبان است و به خاطر اینکه این ابتکار انتقال پیدا بکنه و جانب دولت باز هم همون نکاتی قبلا اشاره شد ایجاب میکنه که اجماع سیاسی صورت بگیره بین طالبان. یعنی در کل مسیر صلح درست پیش میره و در مسیر درست قرار داره روند صلح بسیار کوتاه. به طور عمومی بله، ولی در جزئیات که نگاه میکنیم، در عمل که نگاه میکنیم، فعلا چالش های بسیار زیادی داره. تشکر آقای آریا، آگاه مسائل سیاسی و امنیتی، از حضورتان در برنامه. همچنان از آقای شپون، نماینده مردم ننگرهار در مجلس، که در برنامه با ما حضور داشتن، و همچنان از آقای مهدی راسخ که تا نیمه های برنامه همراهی ما کردن و بنابر مشکلات فنی نتونستیم تا آخر برنامه با خود داشته باشیم، و همچنان تشکر از بیننده های گرامی که بحث را دنبال کردند. وقت بخیر.